و این چی ربط داره برای افغان های عزیز ما که ما امروز آمدیم گزارش راجع به ساختیم که در آخر ما شما شاهد هستیم که تعداد مهاجرینی که در کشور ایران از افغانستان زندگی میکنن خیلی زیاد شده که نه بعضی آمارها نشان میده که بالاتر از 6 میلیون مهاجر ما در کشور ایران داریم. سنا در اوایل فقط برای وکیل ها جبری بود که وکیل ها باید داشته باشه 100% به خاطر که تمام موارد پرونده موکلش از طریق کد سنا برشان ارسال بشد. دوستا یک چیزی ضرور هست، کسایی که تصمیم زندگی کردن در ایران داره و مدارکی هویتی داره در ایران 100% کد داشته باشین تا خدا نخواسته اگر روزی شما در مشکلی دعوایی یا حقوقی قضایی مواجه شدین دیگه سرگردان دوباره نشوین که کد سنا چی است، از کجا میتونن بگیرین. وقتی که یک کس، یک شخص، یک کشور، یک جای زندگی میکنه 100% مواجه میشه با کارهای قضایی یا دعواهای قضایی، یک روزی نیاز پیدا میکنه که در قوه قضایی باید یک بار مراجعه کنه. کد سنا چی هست، از چی زمان شروع شد و چی کاربرد داره و از کجا ما میتونیم تهیه بکنیم، و دیگه ای که آیا افغان ها هم لازم است این را داشته باشه یا خیر. عزیزان و همراهان گرامی سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز و عزیزای نازنین، امروز آمدیم به یک موضوعی که در این آخر متاسفانه اکثریت همتان های ما در این مشکل مواجه شدن و اکثریتشون از ما سوال کردن که این مسئله را ما از کجا بگیریم و چطور پیگیری بکنیم. و در این آخر ایران هم اعلان کرد که ما برای 200 هزار مهاجر این کد را دادیم. این چی هست دوستای عزیز؟ این کد سنا چی هست؟ از چی زمان شروع شد و چی کاربرد داره؟ و از کجا ما میتونیم تهیه بکنیم؟ و دیگه ای که آیا افغان ها هم لازم است این را داشته باشه یا خیر؟ دوستای عزیز باید بگویم که کد سنا در سال 1395 دولت ایران یا کشور ایران آمدن این کد را ایجاد کرد به دلیل از اینکه وقتی که کارهای قضایی مثل شاکی و مثل حکم جلب و بعضی موارد دیگه اینا میشد یا یک نفر سر کسی دیگه شکایت داشت، اونا مجبور بودن یا مامور بفرسته یا اینکه از طریق پست نامه برای طرف بفرسته، شاید زمان خیلی زیاد را در بر میگرفت، یا اینکه نفر حاضر نمیشد و یا اینکه از پیش مامور حکم گم میشد. به این دلیل آمد یک چیز را به نام کد سنا ساخت. کد سنا در اوایل فقط برای وکیل ها جبری بود که وکیل ها باید داشته باشه 100% به خاطر که تمام موارد پرونده موکلش از طریق کد سنا برشان ارسال بشد. نیاز دیگه در اینه بود که دوباره مامور بفرسته یا از طریق پست را بکنه. به مو دلیل وکیل ها را مجبور می ساخت که باید این کد داشته باشه. و بعدش سال 1399 آمدن گفتن که باید هر کسی که دعوا یا پرونده قضایی داره و یا کارایی داره 100% باید کد داشته باشه که در اونجا تمام مواردش از طریق امو کد یا امو سایت، این کد نماینگر امو پروفایلی است که در اون سایت اینا ایجاد میکنه، برای زنا اطلاع دادن میشد که کارتون در کجا رسیده، چیزها نیاز هست و چی کارا باید بکنین و کدام تاریخ دوباره مراجعه بکنین. همه این موارد در اون سایت یا در اون سامانه برشان می آمد. و بعدش های سایست این را برای تمام ایرانی ها جبری ساخت که هر ایرانی باید همچون یک چیز را داشته باشه، حتی به خاطر سند موتر و سند خانه و هر چیزی که ربط داشت به قوه قضایی 100% باید از طریق سایت کارایشان حل بشد یا اجرا میشد.
حتی بعضی وقتا بعضی مواردی بود که در قوه قضایی یا جایی که اینا میرفتن به خاطر پیشبرد کارهایشان یا دعوایشان بیروبار زد بود، اینا میتونست از طریق همین سایت برای خود نوبت بگیره که کدام روز خلوتتر هست و برای زنا وقت داده میشه، از طریق سایت میتونست برای خود وقت بگیره و نوبت بگیره و بعدش طبق همون نوبت یا مو وقتی که او سایت برشون داده بود اینا میرفتن اونجا و کارهای خود پیش میبرد. و این چی ربطی داره برای افغانهای عزیز ما که ما امروز آمدیم یک گزارش راجع به ساختیم که در یه آخر ما شما شاهد هستیم که تعداد مهاجرینی که در کشور ایران از افغانستان زندگی میکنن خیلی زیاد شده که نه بعضی آمارها نشان میده که بالاتر از 6 میلیون مهاجر ما در کشور ایران داریم. وقتی که یک کس یک شخص در کشور یک جای زندگی میکنه 100% مواجه میشه با کارهای قضایی یا دعواهای قضایی، یک روزی نیاز پیدا میکنه که در قوه قضایی باید یک بار مراجعه کنه. به او دلیل اکثریت افغانهای ما که رفته بود اینا رو گفته بود که شما کلی سنایتان رو بر ما بیارید و افغان ها هم متاسفانه از این مثلا ناآگاه و ایران مانده بود که کلی سنا چی هست و ما رو از کجا میتونیم بگیریم. دوستا کلی سنا برای شما تشریح کردم که چی هست و ایره اکثریت جاها که دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در اکثریت شهرها و جاهای ایران هست شما میتونید در اونجا مراجعه بکنید، از اونجا بگیرید و یا اگر خودتون بلد هستین خودتون وارد شوید در سایت داره همین سایت در گوگل سرچ بکنید حتما هست که سامانه سهما اشتباه نشه و سامانه سنا ایره سرچ بکنید در اونجا یک چند مرحله داره که اونها رو شما ثبت نام بکنید و موجزایی که شما میخواید دومجا وارد بکنید که از ایرانی ها از خود ایرانی ها همون شناسنامه یا شناسه ملیشون لازم هست و شما هم اگر کد یکتایتون یا کد خانوارتون چی داره شاید بخواید شما که اینا لازم هست اینا رو دومجا وارد بکنید، چیز زیاده نمیخواید فقط اینا. بعدش شما صاحب یک پروفایل میشین در سامانه سنا. اون زمان هر کاری داری، هر کار قضایی، هر کاری که داشته باشین از طریق همین سایت، از طریق همین پروفایلی که دارین در سایت یا از طریق همین میتونین شما تمام کاراتون پیگیری بکنین. خدا نخواسته هر دعوای حقوقی قضایی که برای شما ایجاد میشه وقتی که میرین در قوه قضایی مراجعه میکنین اونا از شما میگه که کدی سنایتان برای ما بتین تازی و بود در مورد پیش بردی کارهایتان، در مورد دیگه چه قدر این کارتان پیش رفته، شما چه وقت دوباره باید مراجعه بکنید. در تمام موارد شما را از طریق این سایت آگاه می‌سازه و همون کود را به این خاطر می‌خواهید که او کود در اصل یک شناسه شماست که تمام موارد و کارها را در همون کود می‌ندازه و کود مستقیم در پروفایل شما وصل است و اضافه بشه به موارد. دوستان یک چیزی ضرور هست، کسایی که تصمیم زندگی کردن در ایران داره و مدارکی هویتی داره در ایران 100% کد داشته باشین تا خدا نخواسته روزی شما در مشکلی دعوایی یا حقوقی قضایی مواجه شدین دیگه سرگردان دوباره نشوین که کد سنا چی است، از کجا میتونم بگیرم. یک معلوماتی بود که ما برای شما تهیه کردیم، امید است مفید واقع شده باشه. دیگه ما کوشش میکنیم همیشه همچون معلوماتی را به خاطر راحتی و سهولت مهاجرین خود در ایران تهیه بکنیم و اونا را اندکی از مشکلات و سرگردانیشان کاسته باشیم. خب دوستای عزیز، وقت شما رو بیشتر نمیگیرم دیگه، تا گزارش دیگه، تا ویدیوی دیگه، شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خداوند یار و یاورتان.